یکی از دغدغه های ما در آرت کورنر ارتباط بین هنرمندان و مخاطبین بود که میتونه بسیار مهم باشه به مهمی تولید یک اثر تاثیرگذار. خدمت علی جعفری پویان هستیم، از مدرسین بسیار خوب ویالون، موسیقیدان و مدیر هنری سالنوای موسیقی ایران. علی جان خیلی به برنامه ما خوش آمدید. خیلی متشکرم، ممنون از دعوت شما، لطف دارید. علی جان از موسیقی تاثیرگذار شروع بکنیم و بعد ارتباط با مخاطب، دوست دارم نظر شما رو در این زمینه بدونم. خیلی واژه‌های مختلفی به کار برده میشه برای آثار هنری، حالا چه در موسیقی چه در سینما، و همیشه درگیر این مسائل شاید بشیم همگی که چه اتفاقی قرار در رابطه با ارتباط ما با هنر بیفته. چیزی که شما دارید میپرسید در رابطه با موسیقی تاثیرگذار، خب هر سبکی از موسیقی میتونه با نوع ارتباطی که با شنوندهش در واقع برقرار میکنه شیوه اثرگذاری مختلفی رو روی اون فرد شنونده داشته باشه. آدم‌ها با فرهنگ‌ها و نگاه‌های گوناگونی در واقع با هنر ارتباط برقرار می‌کنن. این دوتا رو نمیشه از هم جدا کرد. یعنی شما باید وقتی بیای بسنجی که چه هنری و چه موسیقی تأثیر رو اون آدم می‌ذاره که ببینی نوع نگاه اون آدم به یا اون شنونده در واقع به اون موسیقی و سبک موسیقی چی هست. یه وقت میبینی یک موسیقی واقعا از لحاظ آکادمیک اثرگذار هست ولی شنونده پسش میزنه، و این دلیل برای نیستش که اون موسیقی اثرگذار نیست. باید ببینیم که چه موسیقی رو چه کسی اثر میگذاره. حالا به نظر من میتونیم بشکافیمش با هم. دقیقاً، شاید اینطوری مطرح بکنم. در واقع ببینید، ما موسیقی خوب داریم که تمام المانهاش کنار هم قرار گرفته، از حالا اگر راجع به یک ترانه داریم صحبت میکنیم، از انتخاب ترانه گرفته، از آهنگسازی گرفته، تنظیم گرفته و نوازندگانی که در واقع همراه خلق اون اثر هستن تا اون اثر خلق بشود. در واقع من میخوام به این سمت حرکت بکنم که خیلی از اتفاقاتی که متاسفانه در مارکت موسیقی امروز داره میفته، خیلی از آثاری که در واقع داره پخش میشه، آثار بیکیفیت و آثار بیمحتوا هستند. من در واقع راجع به آثاری میخوام صحبت بکنم که تمام المانهای مثبت رو درش در نظر گرفتیم تا اون اثر خلق بشود، و جنس تاثیرگذاری من از این جنسه که در واقع یک خوراک خوب به شنونده ارائه بدهیم. متاسفانه اتفاقی که داره میفته، شنونده ما خوراک خوبی برای شنیدن نداره. عمده آثاری که امروز در مارکت ما وجود دارن آثار بسیار بسیار بیکیفیتی هستن. شاید من سوالم رو یک بار دیگه از این جنس مطرح بکنم برای شما و الان شروع بکنیم به شکافتن این مسئله. من میتونم به سوال شما ایراداتی هم بگیرم. من فکر میکنم که خیلی راحت نمیتونیم بگیم کل تولیداتی که در ایران و آثاری که داره خلق میشه بیکیفیت هستن. کاملا با شما موافقم. من احساس میکنم که ما خیلی از آثاری که تولید میشن رو حتی نمیشنویم. یعنی یک فضایی فراهم نمیشه برای اینکه کل آثار شنیده بشه، و اکثر آثار در واقع در یک وضعیت یکسانی در واقع براشون پوشش تبلیغی داده نمیشه. حتی مشکلات زیاد اگه بخوایم در رابطه با این مسائل صحبت کنیم، فکر میکنم که موسیقی که در حال حاضر در ایران جریان داره و شنونده‌ای که داره در حال حاضر موسیقی رو میشنوه خیلی گیج و گنگ شده، چون خیلی خیلی اومده تفکیک شده شنونده ها. یعنی اومدن گفتن این موسیقی برای تفریحه، این موسیقی برای تفکره. به هر حال میشه روی اینها کار کرد، چون ما همیشه فقط جنبه تفریحی نداریم برای موسیقی. باید ببینیم شنوندمون، میگم در واقع کی هست، و ما یک وظایفی به عنوان کسی که کار تولید موسیقی انجام میدیم داریم برای اینکه شنونده ها رو جذب کنیم. اصولا اعتقاد دارم کار خوب کار مشخص خوبیه. یعنی هیچ وقت تو نمیتونید بیایی براش بجنگی و ثابت کنی بگی این ببین موسیقی خوبیه ها، بعد به زور حتما شما اینو بپذیری به عنوان خوب. یه وقت ببینید یه چیزی اصلا از لحاظ کسانی که کار آکادمیک میکنن یا نگاه علمی به موسیقی دارن
اصلا المانای کافی نداره برای اینکه اون بگن اثر خوبیه، ولی یه ارتباط با مردم برقرار میکنه. حتی تو دل خودت اون آدمی هم که مثلا یه خورده جبهه داره در مقابل اون سبک، میدونه که داره قلقلکش میده، میگه که این خوبه، این داره جواب میده، رو سلولای من داره اثر میذاره. ولی هی با در واقع روح خودش یا با تفکر ارائه شده از قبل خودش میجنگه برای اینکه مبارزه کنه با اون، بگه اینو موسیقی خوب نیست، اینو فلانه. ما احساس میکنم که باید فضایی رو فراهم کنیم، یک برنامه مثلا مثل برنامه شما میتونه کاری بکنه که یه خود از این گیجی گنگی ها شنونده ها در بیان، یعنی بیان شاخه های مختلفی از موسیقی رو پیگیری کنن، بشنون. و یا وظیفه‌ای که برنامه شما میتونه مثلا داشته باشه اینه که این در واقع سبک های مختلف رو خوب معرفی بکنه، با آدم هایی که در سبک های مختلف موسیقی فعالیت میکنن در واقع شنونده ها رو آشنا کنه. ما به نظرم در یک دوره‌ای هستیم که احتیاج داریم بیشتر آثارمون معرفی بشن، یعنی خیلی از آثار تولید میشن ولی شنیده نمیشن. خیلی از آثار هم فقط در مرحله ای هستن که واقعا تجربی هستند و اصلا نباید شنیده بشن. اصلا این دستبندی ها هنوز کار داره، چون که ما رسانه ها و در واقع فضاهای شنیداری مناسبی رو برای اینکه مردم گسترده موسیقی بشنون در اختیارشون قرار نمیدیم. این یکی از ضعف هاست که فکر میکنم به واسه میشه که موسیقی اثرگذاری که حتی تولید میشه شنوندهش رو پیدا نکنه، به خاطر همین اینا دفن میشن، میمونن توی هاردای موزیسیان ها، میمونن توی یک فضای محدود با شنونده های خیلی کمتر. من احساس میکنم باید خیلی چیزا تغییر بکنه. یکیش اینه که ما مثلا میگم رسانه های شنیداری گسترده تری داشته باشیم. و شما در سینما مثلا هنر و تجربه به نظرم یک اتفاق جالب بود که در واقع سینمای جدی و حتی تجربی رو مخاطب خودش رو پیدا کرد. در موسیقی هم همینطوره، یعنی احتیاج هستش که سبک‌های مختلف موسیقی که شاید اصلا به مذاق خیلی خوش نیاد در یک بسته‌بندی دیگه‌ای و در یک در واقع فضای دیگه‌ای کاملا دقیق معرفی بشن، اونا مخاطب خودشون رو پیدا می‌کنن. اون مخاطب هم که همه فکر می‌کنن که جدی نیست و همش دنبال تفریحه، قطعاً جذب اونور خواهد شد. یه سری میاد میزنه یهو اگر آثار خوبی اونجا باشه. علی جان، راجع به رسانه‌های شنیداری ما صحبت کردیم و آنچه که من فکر می‌کنم این که رسانه‌های شنیداری که وجود دارن عملاً مخاطب رو سوق میدن به سمتی که خیلی جذاب نیست. دوست دارم یه مقدار بیشتر برام راجع به این مسئله صحبت بکنی، توضیح بدی. من اعتقاد دارم که کلاً رسانه‌ای وجود نداره، حالا غیر از اینکه اون بخش محدودی که وجود داره شاید مد نظر شما هست. احساس میکنم همه چی از داخل خانه افراد شروع میشه که دنبال چه موسیقی میگردن، و ما قبل از اینکه وارد رسانه بشیم باید ببینیم در داخل شهرمون چه اتفاقاتی برای هنر داره میفته، یعنی چقدر هنر در شهر جاریه، چقدر موسیقی تو شهر جاریه. حالا اینکه موسیقی در تلویزیون چقدر جاریست، در رادیو چقدر جاریست، چه سبکی از موسیقی داره خورونده میشه به مردم. و خیلی 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 موافقم من با این اصطلاح. خودم سالها از افراد بودم که سهیم بودم در تولیدات آثار شنیداری که در صدا و سیما وجود داشته، یعنی من از سال 76 تا 87 در صدا و سیما بودم، در تمام تولیداتش تقریبا حضور داشتم. احساس میکنم که صدا و سیما حتی تولیدات اون سالهای خودش رو هم داره سانسور میکنه، یعنی کارهای خوب و ارزشی تولید شد ولی خودش الان دستور ممنوع پخش بودن اون آثار رو داده. خب این خیلی چیز جالبی نیست، در حالی که یه سری آثار هستن که انقدر قشنگ تولید میشن و انقدر زیبا بهشون فکر شده در خلقشون که تاریخ انقضا ندارن. یعنی ما مثلا یک اثری وقتی میگیم خوبه که مثلا 40 سال پیش تولید شده هنوز داره ارتباط برقرار میکنه، بعد یهو شما میای مانع میشی. یعنی من به جرئت میگم حداقل میتونم 15 تا کارو بگم که ظرف اون مدتی که در واقع این آثار تولید میشد به وجود اومد که یه همچین ویژگی دارن.
رسانه ها خب بله خیلی خودشون دارن خودشون رو بر مبنای در واقع شرایط روز تغییر میدن، یعنی میان میگن که این سال 76 اثری بوده که میتونسته رو جامعه تاثیر بذاره، الان ولی سال 99 خیلی جالب نیست اینا شنیده شه. این خب که چی مثلا آخرش همینیه که میبینید شده دیگه، مثلا ما همش باید بیاییم به جای موسیقی حرف بزنیم به جای که کار کنیم. کلن اعتقاد دارم موزیسین خیلی نباید حرف بزنه، باید ساز بزنه، تولید کنه. ما مشکلاتمون بالا گرفته و باعث شده که میایم میشینیم حرف میزنیم. بله رسانه ها مقصرن، ولی باید ببینیم که آیا این رسانه ها رو چقدر بهشون شنونده ها توجه میکنن. امیدوارم یک تغییر نگرشی توی کارشون ایجاد بکنن، هر چقدر هم تلاش کنن که یک سبکی رو بقبولونن با اینکه توی جاهای موفقن، ولی آخر سر بازنده خودشون. علی جان در ارتباط با رسانه‌های سنتی صحبت کردیم، ولی الان با توجه به وجود اینترنت و در واقع فضای مجازی و رسانه‌های جانبی که وجود داره، این امکان برای هنرمندان دغدغه‌مند و هنرمندانی که رسالت دارن برای کارشون فراهمه که در واقع آثارشون رو ارائه بدن. حالا اینی که بعضی از هنرمندان، چرا هنرمندانی که واقعا هنرمندان خوبن، دنبال روی جریان فعلی شدن، این یه ذره به نظرم دردآوره. میتونم ازت خواهش بکنم نظرتو در این زمینه باز بدونم؟ ببین کلن دنیا داره به این سمت میره و اینکه هر آرتیستی رسانه شخصی خودش با مدیریت شخصی خودش رو داره این بد نیست. یک جمله‌ای که در واقع من میشنوم خیلی زیاد، مثلا میپرسیم از یک هنرمند که چرا یه همچین اثری تولید کردی، میگه سلیقه جمعی مارکت ایران به این سمت. اون خیلی فاجعه است که یک آرتیست خودش رو در اختیار سلیقه‌ای که وجود داره قرار بده و خودش تغییر سلیقه بلد نباشه ایجاد بکنه. حتی بعضی از آرتیست ها دوست دارن که اون سلیقه بره جلو براشون و شاید برمیگره به نگاه جامعه شناسانشون در رابطه با هنر و موسیقی. ما بعضی موقع خودمونیم که احساس میکنیم حتما اون آرتیست باید اونجوری باشه که ما فکر میکنیم، در حالی که واقعیتش اونه. یعنی خیلی از دوستان هنرمند هستن که مردم یه چیز دیگه ای تو ذهنشون میسازن، ولی وقتی باش نزدیک باشن، مثلا باش توی کنسرت ساز زده باشن، شاید بهتر بشناسنش، ببینن که اصلا این ریشه ها و نگاه عمقیش به هنر چیز دیگری است. شاید نگاه بیزینسی داره، مثال میگم، حالا هر آرتیستی که محور هست. من یه نوازنده ام، خیلی جاها در واقع کمک میکنم به عنوان یک تکنسین برای حضور در یک اثری، حالا یا روسن هستم در کنار یه خواننده گاهی اوقات ساز میزنم، ولی صاحب اون اندیشه و فکر نیستم، فقط یک کار تکنیکال دارم انجام میدم. یا در یه سری آثار استودیویی شاید ساز زده باشم که اصلا اعتقاد هنری من به اونها اونطوری نباشه که بگم که من دفاع میکنم از این اثر. نه، من سعی کردم وقتی دعوت شدم تا یه حدی بفهمم که این اثر معقوله و سعی کرده باشم که کمک کنم برای تولید خوب اون اثر. اما خودم شاید یه همچین چیزی رو دوست نداشته باشم تولید کنم. ضمن اینکه من خب یه نوازندم و اصلا خودم خالق بعضی موقعا نمیدونم و احساس میکنم یک ضعف هست از دید بیرونی که جا افتاده که نوازنده ها خالق نیستن. این یه بحث طولانی داره، من هم هیچ ادعایی ندارم که خالقیم ما نوازنده ها، ما تکمیل کننده خلق یک اثر هستیم و راوی هستیم خیلی مواقع و سعی میکنیم کمک کنیم به تثبیت اندیشه یک آهنگساز. یعنی
کاری که نوازنده میکنه خیلی مواقع اینه. خیلی مواقع هم خودش بداه نواز هست، خودش با ساز روایت شخصی خودش رو داره و یک ماجرای دیگری در هنر ایجاد میکنه. اما از بحثمون دور نشیم، این بودش که شما فرمودی که رسانه شخصیش هر کس داره برای ارائه. خب باید ببینیم که چقدر میتونه با رسانه شخصیش تأثیر روی جامعه شنیداریش بذاره و بتونه کاری تولید کنه که مخاطبش رو در واقع پیدا بکنه. من با عنوان یکی از نوازندگان در موسیقی ایران با تمام معایب و ضعفایی که خودم میدونم دارم، طی این چند سال سعی کردم که آثاری رو تولید کنم با کمک دوستان آهنگسازم که بتونم شیوه دیگه از ویولون نوازی رو برای شنوندگان در واقع آشنا کنم. اکثر دوستان شنونده در ایران شاید ختم میشن به آقای بیژن مرتضوی یا آقای شادمهر عقیلی به عنوان نماد ویولون، در حالی که ما نوازنده بسیار خوبی داریم. ضمن احترام به هر دو این دو نفر، یعنی من جفتشون رو خوب میدونم، موزیسین خوبی هستن، ولی دارم میگم ختم نمیشه موسیقی ایران به این دو نفر. ما باید ببینیم چه آدمای با ارزشی داریم که نادیده گرفته میشن. حالا بخشی از این نادیده گرفته شدن کمکاری اون موزیسین‌های دیگه هستش که باید استفاده کنن از رسانه‌ها. الان شاید یک فرصت بهتری دارن برای اینکه بتونن هنر خودشون رو ارائه بدن و در واقع این داستان رو بشکنن، یعنی بگن که خب اینم استایل من و اون وقت مخاطب سرریز شد توی سمت این افراد. این بد نیست به شرطی که واقعا هر کسی یک حرف درستی داشته باشه بزنه، قطعا مخاطب خودش رو پیدا میکنه. اما اگر مخاطب کلان نیست و شاید خیلی ها دوست دارن فقط فست فود بخورن یا مثلا چه میدونم، من نمیگم اون موسیقی ها فست فودی ها، اصلا این حرف رو به نظر من چیپه اگه بخوام بزنم، شاید موسیقی ساده تر و سهل تری رو دوست دارم بشنم و سریع باش ارتباط بگیرم. این وجود داره، سالهاست تو دنیا وجود داره، یعنی خیلی ها سریع با موسیقی آسون تر ارتباط برقرار میکنن، موسیقی که کمتر فکرشون رو درگیر کنه، مال خستگی کلی ذهن هاست، یعنی طرف تمایل نداره به یک اثر پیچیده فکر کنه. اثر پیچیده فکر کردن آدم با حوصله هم میخواد، یعنی سنش به خصوص خودش هم میخواد. یه وقت ببینی یه آدمی که 16 سالشه یه موسیقی رو درک نمیکنه، ولی همون آدم توی 30 سالگیش به یک درک درستی از اون موسیقی میرسه. موسیقی این مسائل هم داره، یعنی باید ببینی در چه سنی داری چه موسیقی گوش میکنی، یا رشد مغزی تو چقدر در 16 سالگی، یا رشد فرهنگی تو چقدر هست تو اون سن. یه وقت میبینی که بله از توی همین آدم 16-17 ساله یک آدم عمیق و یک موزیسین با فرهنگ بالای شنیداری به وجود میاد. چطوری میشه این همه موزیسینه که سنشون پایینه بعد میبینی از یه آدم 40 ساله هم بهتر ساز میزنن؟ مال مغز پیشرفته ترشون یا ژن پیشرفته ترشون میشه یا فضای پیشرفته تری که توش قرار دارن. ارتباط بین موزیسین ها
و چطور من وقتی میگم موزیسین ها در واقع موزیسین های دغدغه‌مند در ارتباط با اثر فاخر، در ارتباط با خلق اثر فاخر یا اجرای در واقع اثر فاخر، موزیسین هایی که در ارتباط با ارتقای در واقع سطح موسیقی دغدغه دارن. ارتباط بین این موزیسین ها چقدر میتونه تاثیر داشته باشه؟ ارتباط بین این هنرمندا چقدر میتونه تاثیر داشته باشه که دست به دست هم بدن و از این فضا بیرون بیاین؟ ببین من فکر میکنم که آدم باید ببینه که تو این تایم محدودی که داره زندگی میکنه، تو اون تاریخی که داره زندگی میکنه چی کار میکنه که بعداً برگرده بهش در واقع نگاه کنه و احساس خوبی بهش دست بده. یه وقت هست من با نوازندگیم یا با خلق یک اثر یا با تدریس یا با نگارش یک کتابی در واقع تأثیر میذارم و کمک میکنم به پیشرفت هنر کشورم یا اصلا جهانی تر نگاه کنیم، اصلا دنیا احساس کنیم که یه کاری تو این دنیا کردیم. خب اینا همش یه بحثه. یه بحث هم اینه که گفتم موزیسین زیاد حرف نباید بزنه، باید عمل کنه. یا هنرمند، من به عنوان یک موزیسین احساس میکنم که یک کاری غیر از اینها باید انجام شه. خودت کار کنی، یعنی دستتو بزنی، آستینو بزنی بالا و شروع کنی به کار. تلاشمو کردم تو چند سال گذشته که یک اتحاد نسبی به وجود بیاد با توجه به افرادی که تقریبا محدود میشناختم تو جامعه موسیقی. ما الان 5-6 سال مراسمی به نام سال نوای موسیقی ایران برگزار میکنیم. نگاهش یک نگاه کاملا محترمانه به جامعه موسیقی و هدفش یک هدف در واقع ناب برای اینه که جامعه موسیقی بیشتر با هم آشنا شه، بیشتر با هم رفیق بشه و به تاریخش احترام بذاره. راجع به سال نوا خیلی میشه حرف زد که اصلا چرا وجود داره، چی کار داره میکنه، ولی خب الان 5-6 سال هست. هنوز بعد 5-6 سال خیلی ها میگن که چرا ما رو جا انداختین توی این مراسمتون، در حالی که ما 5-6 سال داری کار میکنیم، شما که میدونی 5-6 ساله چرا خودت نمیای جلو؟ چطور میشه یه 270 نفر ولی پشت این مراسم قرار میگیرن و حمایت مالی و معنوی میکنن؟ خب یه سری هم هستن که 270 نفر دیگه هم لابد هستن که طلبکارن از عالم آدم. اینو دیگه من کاریش نمیتونم بکنم. یعنی ما تلاشمون رو داریم میکنیم، هر سال یه عده‌ای هستن، حضور دارن، پذیرفتن سال نوا رو، باور کردن که نیاز داره جامعه موسیقی به در کنار هم بودن و حفظ احترام هم دیگه. یه سری هم هستن همیشه چون دغدغه اینطوری ندارن، فقط فکر میکنن که یا باید فقط ساز بزنن یا موسیقی خلق کنن، کار دیگه‌ای برای موسیقی نباید بکنن. ما یه دوره‌ای رو سپری کردیم که الان توش به این نتیجه رسیدیم که هر موزیسین باید ببینه موسیقی براش چه کرده، اون برای موسیقی چی کار میکنه. یعنی من خودم میگم که تو سازو ازت بگیرن چی ازت میمونه؟ واقعا چی از من میمونه؟ من چی شده که الان حالا اسمم مطرحه؟ به خاطر نوازندگیم در همین حدیه که بلدم، در حالی که خیلی نوازنده‌های بزرگ تو دنیا وجود دارن. من میدونم افق کار کجاست، قطعا میدونم که بهتره که بشینم فقط خونه کار کنم، تمرین کنم، کارهای اجرایی مختلف انجام بدم، ولی تو من یه چیزی داره میجوشه و اینکه احساس میکنم هر روز زمانمون داره میگذره و واقعا خیلی خود جامعه موسیقی باید به فکر نجات خودش باشه. حالا اگر ارگانی، نهادی، شرکتی یا هر چیزی هم این درک رو پیدا میکنه که در کنار ما قرار بگیره و دغدغه هنری اونها هم دارن، ما که لذت میبریم این افراد رو پیدا بکنیم. صحبت‌ها اینطوری خیلی زیاده، میشه راجع به این مسائل حرف زد. در رابطه با ارتباط افراد جامعه موسیقی داری میگی، توشون همه چی وجود داره. یعنی ما دشمن خونی هم هستیم، دوستای صمیمی هم هستیم فکر میکنم، ولی در نهایت بدترین موزیسین و دشمنترین موزیسین باز دوستترین آدم در مقابل کسایی که مانع در واقع خود موسیقی هستن. اونو میشه حل کرد، ارتباط بین موزیسین ها رو به نظر من.
ولی باید یک جوری اون تفکراتی که مانع میشه موسیقی در واقع رشد کنه اون باید اصلاح بشه. به نظرم خود هنرمندان باید کمک بکنن، دست به دست هم بدن، حرکت بکنن به سمتی که در واقع با سکوت و ساکت نشستن و کاری نکردن نمیشه. من بحثم اعتراض نیست، بحثم مراقبت از موسیقیه. درست. مراقبت از هنره. شما یک اثری تولید میشه از دوست شما، خب شمایی که باید بری اون اثر رو بخری. آیا موزیسیان ها آثار همگر رو میخرن؟ آیا میرن حمایت کنن از هم؟ آیا حالا که فضا اینطوری شده استوری میذارن برای هم تبلیغ کار همو بکنن؟ حتی اگر کار همدیگر رو نمیخرن حداقل کمک بکنن به این که کار شما هستن یه سریشون دیگه. ولی آیا همشون این کار رو میکنن؟ چرا یه سری هستن؟ چرا وجود داره؟ آدمایی هستن که این کارا رو انجام میدن. این فرهنگی داره باب میشه، فرهنگ حسادت رو حذف کردن، فرهنگ بخل رو نابود کردن. آخرش چی میخواد بشه؟ مثلا شما به نظرم باید خوشحال بشی از اینکه هم دوره‌ای با کسی که از خودت بهتره. باید خوشحال شی که داری میبینی که یه کاری که خودت شاید نمیتونی برای موسیقی بکنی اون داره میکنه. اگه نگاه به وجود بیاد خیلی کمک کنه. ببین من اصلا آدم بی ارادی نیستم، ولی احساس میکنم این چیزا باید تو آدما حل بشه. اینا رو من حل میکنم تو خودم، تلاشم اینه. یعنی امیدوارم همه برسن به این که حسادت فقط خودتو اذیت میکنه و بخل و مانع کار دیگران شدن. حالا اینا چه جالبه که این حرفا هی زده میشه، امیدوارم پر حرفی نباشه. ولی ما تو آرت کورنر کاری که میخوایم سعی بکنیم انجام بدیم با کمک در واقع خود اهالی هنر و اهالی موسیقی اینی که اول سعی بکنیم یک ایجاد ارتباط بکنیم بین در واقع هنرمندان و مخاطب و فضایی باشه برای اینکه آثار رو معرفی بکنیم. اجازه بدیم که هنرمندها با سبک‌های مختلف، اصلا راجع به سبک خاصی صحبت نمی‌کنم، با سبک‌های مختلف آشنا بشن. آثار مختلفی که واقعا ارزشمندن و این پتانسیل رو دارن که آثار ماندگاری هستن رو بشنوند و دست به دست هم بدیم و این پلتفرم رو هی امیدوارم رشدش بدیم و رشدش بدیم. حلقه گم شده و نقطه کور زیاد داره و قابل حل. میدونی چی میگم؟ من از اینکه این نقطه کورا رو میبینیم، حلقه گم شده رو میبینیم و حلش نمی کنیم سالهاست از این ناراحتم. درسته. میگم اینا قابل حل، کاری نداره که حل شدن اینا، به شرطی که خود موزیسیان ها در واقع رأس کاری قرار بگیرن. میتونه قابل حل باشه. الان یکی از مشکلات بزرگ ما عدم ورود سازهای درجه یک به کشوره. خب یه نوازنده چقدر باید تلاش کنه تا در واقع این مانع رو برداره؟ چرا باید این مانع اصلا وجود داشته باشه؟ چرا باید ما ارتباطاتمون انقدر ضعیف باشه با دنیا که نیازهای اولیه‌مون رو در واقع انقدر براش حرف بزنیم و بجنگیم؟ حالا من کارم موسیقیه، ما کارمون موسیقیه، وظیفه‌مون اینه که راجع به موسیقی حرف بزنیم و این گله ها در واقع گله نیستن، اینا دغدغه های ما برای اینکه بتونیم راحت تر بریم جلو. امیدوارم نسل بعد از ما راحت تر به در واقع کار هنری بپردازه. مقوله‌ای که در واقع در ارتباط با نسل بعد از ما هست که در واقع می‌خوایم خیلی بیشتر تو برنامه‌های دیگه فقط صرفاً راجع به بحث آموزش صحبت بکنیم که واقعاً بحث بسیار بسیار مهمیه و تربیت در واقع نسل بعدی ما، می‌خوام ازت قول بگیرم که حتماً ما با هم روی بحث آموزش گفتگوهای مفصلی داشته باشیم و راجع به بحث آموزش بتونیم با هم مفصل کمک بکنیم. اگه چیزی بتونم بگم حتماً میگم، ولی قبل از هر چیزی فکر میکنم هنرستانهای موسیقی تو ایران احتیاج دارن به رسیدگی بیشتر. من فارغ التحصیل هنرستان موسیقی هستم
و اون دوره با تمام امکانات کمش روح بهتری فکر میکنم توش جاری بود هنرستان، و همینطور دوره به دوره داریم دورتر میشیم از در واقع کیفیت بالای یک هنرستان خوب، یک هنرستان‌های مختلف خوب در سطح کشور. ما نیاز داریم دیگه. حالا بحث آموزش من تا شروع نکردی و گفتم گفتم تو رو خدا اگه حرف ما به جایی قرار برسه باشه ما اینجا میزنیم. البته من کلا میگم ما حرف زیاد میزنیم، گوش شنوا وجود نداره. امیدوارم شما دنبال اون گوشه هم بگرد، یعنی بر کارتو بر بکنم این خدمت شما. دقیقاً اصلا کار ما اینه که در واقع این حرفا رو برسونیم به اونجایی که باید برسونیم. علی جون خیلی ممنونم ازت که وقتتو به من دادی، ممنون از این گفتگویی که داشتیم. امیدوارم که بتونیم گفتگوهای بیشتری با هم داشته باشیم، راهکار ارائه بدیم، راه حل پیدا بکنیم و به همدیگه کمک بکنیم برای اینکه در واقع اون اتفاق صحیحی که باید در موسیقی ما بیفته بیفته. متشکرم از دعوت شما. راهکارها هم زیاده و امیدواریم که عملی بشن اینا. سپاسگزارم ازت. ممنون از وقتی که به من